این دولت تغییر که روی کار آمده، بنت لپید، چرا بنت و لپید خوانده شده و لپید و بنت خوانده نشده؟ هرچی باشه لپید دارای 17 کرسی بوده و پرزیدنت اسرائیل به او بر حال این رأی اعتماد رو داده برای اینکه دولت ائتلافی رو با 8 حزب ایجاد بکنه. به خاطر آنکه بر حال فردی که 2 سال اول رو از آن خودش ساخته بنت هستش، با داشتن 6 کرسی که یک نفر آمده و کنارگیری کرده بر ضد او رأی داده از حزب خودش، و لپید از نظر عقیدتی و ایدئولوژیک ضعیفه و اونیز بدون داشتن ایدئولوژی و دانش و توانایی مربوط به مدیریت کشور فقط عنوان میخواد، یعنی فقط به از طریق رسانه ها و بیروکراسی که در اختیار دارن که چپگرا هست و نهادهای چپ بیش از 70 سال در اون دارن ایفای نقش میکنند، دولتی هستش که به نظر لپید و بنت باید توسط خود او، توسط مقامات اداری و بیروکراسی بیاد و اداره بشه و سیاست مداران نیز دستور رسانه ها رو بیان و دنبال بکنن. بنابراین در این دولت وزرا مقامات و مقاماتی هستند که سخنران و روزنامه‌نگار، روزنامه‌نگارانی هستند که سیاست ها رو دنبال میکنن، که شما باید در نظر بگیریم روزنامه‌نگاران نمیتونن رهبر باشن، برای اینکه دنبال محبوبیت هستن و خواهان نیستن که آنچه که صدای مردمی هست رو بیان خفه بکنن، بلکه همین چور که گفته شده سگ دموکراسی بر این هستش که بیاد صدای مردمی رو بیاد برسونه، و اینی که اگر خواهان آن باشن که سکوت اختیار بکنن، که در حال حاضر مدیای اسرائیلی که چپگرای افراطی و نو مارکسیست هستش، مدیایی هستش که در مقابل کانال‌های 20 و کانال‌های دیگر که بهش کانال 7 گفته میشه و مسئله ملی و غیره، این دو جبهه در مقابل یکدیگر قرار گرفتن، یعنی که محبوبیت روزنامه‌نگاران و افرادی که روزنامه‌نگار بودن تا دیروز که روی کار اومدن، محبوبیت خود و پوپولیسم خودشون رو و سوسیالیسم خودشون رو میخوان حفظ بکنن، مسائلی رو مطرح میکنه از نظر پرسش هایی که وزیر سوال بودن دموکراسی اسرائیل، یعنی که تا چند اندازه این یکایک افرادی که از این هشت حزب هستن میتونن جدا دارای قدرتی هستن که از این طریق بتونن تأثیر گذار باشن روی سیستم قضایی یا از یک طرف و روی و اسرائیل خواهان این هستن که عنوان یک حزب کوچک از 8 حزب با دستاوردهایی بیان و به دوره انتخابات بعدی بازگردن، با وجود اینکه سعر و شما نفر دوم و سوم از طرف راست من رو نگاه بکنید، سعر و لیبرمن هستن و از طرف دیگه بنت که در وسط قرار گرفته به عنوان نخست وزیر، تا چند تا با چشم‌پوشی از رای دهندگان راستگرای خودشون یک سیاستی رو از نظر در قبال برجام دو، در قبال تسلیحات و یعنی جلوگیری از بازدارندگی ایران از رسیدن به یک توازن قدرت در خاورمیانه از نظر هسته‌ای، همه به هر حال یکایک در این سیاست خارجه سهیم هستند، و آنانی که به هر حال بر این هستند که با آنان موافقت نمی کنند رو اگه بخوایم تحلیل بکنیم، بر این هستش که یک دولتی روی کار آمده که میتونه جویش ستیت رو، یعنی و قانون هایی که آمده و تصویب شده رو به عنوان دولت یهود، قانون دولت یهود رو زیر سوال ببره و حتی دیوان عالی اون با داشتن
مجموعه از قضات دادگران و دادیاران دست چپی بیاد آنچه که لایه هایی که بوده و تصویب شده رو که به خاطر اینکه خودش رو بالاتر از پارلمان میدونه بیاد باطل بکنه و دولت دولتی باشه که دولت پس از زاینیست باشه و آنچه خواهانش باشه درست کردن تشکیل یک دولت state for the citizen برای اسرائیلی که نه فقط دموکراسی اسرائیل و 2 میلیون رای دهندگان رو به کنار میزنه بلکه میتونه آینده اسرائیل رو تحت تاثیر خودش قرار داده، قرار به عنوان یک دولت یهودی و دموکراسی در خاورمیانه.